من چیره میشم، دستم به قبضه به تو خیره میشم، ترس هست ولی من چیره میشم، چیره میشم، چیره میشم، من چیره میشم، دستم به قبضه 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 به تو خیره میشم. پس از ترس نترسیم، بترسیم از این که ترس رو عمده کنیم، و از یأس بترسیم، از این که پشت به خلق ستم دیده کنیم. بیایم از تاریخ بپرسیم چطور پیش رفت، مگه جز با مسلک ابراهیم بود که تو آتیش رفت. انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا بدون شک از اخبار داغ هر محفل و جمعی هست. پیروزی و شکست هر یک از کاندیدهای ریاست جمهوری آمریکا، یعنی جو بایدن از حزب دموکرات و یا دونالد ترامپ، میتونه تاثیرات مهمی در سیاست آینده آمریکا با ایران داشته باشه. در این حال تحولات داخل ایران هم میتونه مثل قیام دیماه 96 تاثیرات شگرفی در سیاست خارجه پیروز میدان انتخابات داشته باشه. در رابطه با سوالات و ابهامات زیادی که حول و حوش این موضوع مطرح هستند، از آقای دایی مدیر فروم ایرانیان دعوت کردم تا به اونها بپرسم. پردازیم. سلام میکنم خدمتتون آقای دایی گرامی، خیلی ممنونم که برای گفتگوی امروز درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وقت باز کردید و خیلی خیلی خوش آمدید آقای دایی. سلام دارم خدمتتون خانم غفوری عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم. سلام میکنم به شنوندگان عزیز. خواهش میکنم آقای دایی. قطعا انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا و پیروزی یا شکست هر کدوم از این کاندیداها خب میتونه تاثیرات مهمی داشته باشه توی سیاست آمریکا با رژیم ایران یا با کشور ایران. در این رابطه هم خب میدونید ابهامات و سوالات زیادی هم مطرح هست که امروز ما میخوایم به بعضی از اونها بپردازیم، اگه موافق باشید. البته حتما با کمال میل. خواهش میکنم آقا دایی، آیا واقعا به عنوان اولین سوال انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا و نتیجه اون، یعنی اینقدر برای مردم ایران و جنبش سرنگونی مهم هست؟ منم اعتقاد دارم که بسیار مهمه، ولی باید اندازش رو دقیق شناخت. یعنی چه میزانه واقعا اگر این سیاست‌های کنونی آقای ترامپ تغییر کنه یک پیروزی کامل برای جمهوری اسلامیه، یا اگر خود آقای ترامپ انتخاب بشه چه خواهد شد؟ بنابراین باید جوانبش رو در نظر گرفت، از افراط هم پرهیز کرد. بسیار هم مهمه. خب طبیعیه که همیشه سیاست‌های آمریکا یا اروپا در رابطه با کشورمون اهمیت داره، تأثیر میذاره روی جنبش مردم، تأثیر مستقیم خواهد گذاشت رو وضعیت حکومت. اگر مهم نبود که حکومت انقدر خرج نمیکرد که لابی درست کنه و رسانه ها و نمیدونم مؤسسات فکری و اینها رو تحت تأثیر قرار بده، افکار عمومی رو فریب بده که. پس اهمیت داره. خب در این شرایط هم شرایط بسیار ویژه‌ایه، یعنی اگه در یک حالت کلی اهمیت داشته باشه، الان به صورت واقعا مضاعفه. به این دلیل که هیچگاه در این 42 سال جمهوری اسلامی به این میزان ضعیف نبوده، به این میزان شکافش با مردم باز نبوده، مردم بهش بی‌اعتماد نبودن، شرایط جنبش این میزان فراهم نبوده و در اوج ضعفه. در این حال موازی با اون، هیچ وقت هم سیاست‌های آمریکا به این میزان تحریم و فشار علیه جمهوری اسلامی اعمال نکرده. خب این اگه تغییر بکنه میتونه تأثیر جدی داشته باشه، اگر هم ادامه پیدا کنه میتونه تأثیر داشته باشه. بنابراین تأثیراتش مهمه، ولی باید اندازش رو به اعتقاد من شناخ، اغراق نباید کرد. خب آقای دایی اجازه بدید نگاه کنیم پس به این دو موضوع. از بایدن شروع کنیم. اگر آقای جو بایدن انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور آمریکا، فکر می‌کنید سیاست کلی آمریکا تو رابطه با رژیم چگونه خواهد بود و دقیقاً چه تفاوت‌هایی با سیاست اوباما خواهد داشت؟ خب ببینید، اگر بخوام از یک منظر ساده انگارانه نگاه بکنیم، خب خیلی دیدید الان تو فضای مجازی عکس‌های بایدن و نمیدونم اوباما و هیلاری کلینتون رو با میندازن فتوشاپ میکنن که اصلا روز اول اینا با هم بودن، با هم دوستن، اگر بایدن بیاد این کارو میکنه اون کارو میکنه. یعنی خب دیگه اون جشنی که میخواد جمهوری اسلامی بگیره در صورت پیروزی بایدن، خب اینا دارن تکمیل میکنن، دارن وعده میدن که با هم کاملا رفیق خواهند شد. اگر این زاویه ساده انگارانه واقعا نگاه بکنیم، طبیعتا پیروزی کامل برای جمهوری اسلامی خواهد بود. در این تردید نیست که بایدن انتخاب بهتریه برای جمهوری اسلامی، ولی چه میزان؟ یعنی واقعا برمیگرده، این رو باید واقعا اندازش شناخت، نباید اغراق کرد. این حرفایی که در فضای مجازی واقعی نیست و
نگاه خب بکنید بنابر مثلا اون سندی که حزب دموکرات آمریکا منتشر کرده اخیرا، آقای دایی، به هر حال یک سری نکاتی توش هست که نگران کننده است. مثلا اگر که بایدن پیروز بشه، آیا به برجام برمیگرده؟ این عمل چگونه انجام خواهد گرفت؟ آیا مثلا سوال دیگه، بدون قید و شرط مثلا این کار میکنه، با مذاکره میکنه، تکلیف همین تحریم مهمه ها چی دیگه. میشه؟ بله همینو، منم همینو میگم. یعنی اگه بریم دقیق تر نگاهی بکنیم، اول از همه اجازه بدید من یه توضیح بدم. ببینید مثلا میگن برمیگردیم به دوران اوباما و آمریکا برمیگرده به برجام. در مورد خود دوران اوباما هم اقراق میکنن، یعنی واقعیت رو باید گفت. آقای اوباما سال 2009 اومد رئیس جمهور شد، اول 2009، ژانویه 2009. دو ماه بعد یه پیام ویدیویی برای نوروز فرستاد که دست دوستی به طرف جمهوری اسلامی دراز کرد. بعد از اون که آماده میشد برای مذاکرات، جنبش سبز در ایران، جنبش 88 راه افتاد. اوباما مذاکرات رو که قرار بشه به عقب انداخت، ماها به عقب انداخت و بعدم مذاکرات که شروع کردن خیلی زود شکست خورد. از جولای 2010 تا موقعی که برجام اجرایی شد، یعنی ژانویه 2016، 6 سال تمام واقعا تحریم‌های کمرشکن رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد اوباما. بعدم مذاکره هم که تازه شروع کرد با ظریف و روحانی 2 سال طول کشید. بعد از 2 سال هم بسیاری از تحریم‌ها سر جاش مونده بود. بعد از 2 سال بنابراین ساده انگاری نکنیم. یک. دوم، دوروبری‌های آقای بایدن حرف‌های زیادی زدن. آنتونی بلینکن که گفته میشه ممکنه وزیر خارجش بشه، گفتن که اگر جمهوری اسلامی به سر کارهایی که اخیراً کرده، افزایش غنی‌سازی و نمچه اینها رو برگرده به برجام، ما هم میام مذاکره میکنیم که برگردیم به برجام. بنابراین پیشبینی میشه که مذاکراتی صورت بگیره. حالا چقدر این مذاکرات طول میکشه؟ یک در حقیقت میشه گفت یه برجام دوی احتمالاً اونطور که پیشبینی میکنن به شکل دیگری شکل خواهد گرفت. حالا چه میزان امتیازاتی میده اینها هنوز مشخص نیست، ولی به نظر من آقای بایدن اگر باشه به احتمال بسیار زیاد به طرف مذاکرات میرن برای یک نوع لااقل سازش موقت. چقدر طول بکشه، چه امتیازاتی بدن، همه اینها جای بحث داره. باید اینها رو نگاه کنیم در آینده، اندازش ببینیم چقدره. آقا دایی، فکر میکنید با پیروزی بایدن توی انتخابات ریاست جمهوری سودی برای آخوندها این وسط داره؟ خامنه سود میبره از این موضوع؟ چه خب سودی میبره دقیقا؟ خب همین، ببینید من یادمه با هم صحبت میکردیم موقعی که برجام شد، که یادمه سوال شما این بود که پس جام زهر چی شد مثلا. خب ببینید همون موقع هم این برداشت، بالاخره اون توافق، اون برجام جام زهر بود یا پیروزی بود برای جمهوری اسلامی؟ خب الان که ما نگران اینیم که اگه برگرده به برجام، خب پس برجام به نفع جمهوری اسلامی بود دیگه، درست؟ باید یه مقدار حدود مشخص بکنیم که چی گیر جمهوری اسلامی بیاد. در یک کلام ببینیم چی گیر جمهوری اسلامی بیاد. عرض کردم اوباما 6 سال تحریم‌ها رو ادامه داد، تازه مذاکرات هم 2 سال طول کشید. بعد از اون چی شد؟ مهم اینه بعد از اون چی شد. ببینید تحریم‌ها، بخش مهمی از تحریم‌ها مصوبه کنگره است. اینا رو که رئیس جمهور نمیتونه با سازش برداره، که کنگره هم به هیچ وجه اینا رو بر نخواهد داشت. اینو تردید نباید کرد. کنگره اینها رو لغو نخواهد کرد. رئیس جمهور میتونه تعلیق بکنه. بسیاری از تحریم‌ها هم سر جاش خواهد بود. دو حالت داره. یا جمهوری اسلامی میخواد واقعا سازش بکنه، سازش استراتژی بکنه، یعنی برنامه‌های اتمی رو کنار بذاره، دخالت‌های منطقه‌ای رو، تروریسم رو کنار بذاره، برنامه موشکی رو محدود بکنه، که اصلا دنبال این نیست و نبوده، همچین چیزی هم نخواهد شد. تردید نباید کرد، بخاطر که اینقدر عقب نشینی مهمیه که به معنی شکست کامل نظام خواهد بود. اونایی هم که میگن نه میره سازش میکنه، خب چرا نکرده تا کنون؟ چرا اینقدر بها داده؟ برای این که نمیتونه، یعنی اگه بخواد مسئله منطقه‌ای رو کاملا ترک بکنه، مسئله هسته‌ای اینها، شکست کامله. بنابراین دنبال چیه؟ دنبال این ستون با اون ستونه. اون موقع من عرض کردم، من گفتم برجام اسمش از آتش بس موقت هسته‌ای، یعنی یه چیزی که دو طرف موقتا صورت مسئله رو انداختن عقب. حالا ممکنه یه همچه حالتی هم بشه، ولی چی گیر جمهوری اسلامی میخواد؟ ببینید بعد از 2016 که برجام اجرایی شد، بخش مهمی از تحریم‌ها یا برداشته شدن یا تعلیق شدن، یه بخش دیگریش هم موند، درست؟ یک دونه کمپانی خارجی در ایران نرفت سرمایه گذاری بکنه، یک دونه. بانک‌ها کماکان به تحریم‌های خودشون ادامه دادن. این مشکلات اقتصادی که جمهوری اسلامی داره که منجر شد
به قیام دی ماه 96، خب این که از فردای اجرای شدن برجام شروع شد، کارگران، بازنشستگان، مالباختگان تظاهرات میکردن. یاد اون باشه آقای ترامپ که 2 سال بعد از که اومد کاخ سفید تحریما رو شروع کرد. اصلا تحریما موقعی که دی ماه مردم به خیابان ها ریختن در سراسر کشور، که تحریما دوباره برنگشته بودش، که هیچ کسی هم سرمایه گذاری نکرد. بنابراین اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی اولا با این چیزا نجات پیدا نمیکنه، دوم اگر سازش کامل بکنه، یعنی عقب نشینی کامل بکنه، در یک پروسه تورانی جمهوری اسلامی میتونه امتیازات کلان بگیره در پروسه تورانی، ولی شک نمیتونه بکنه، توانش رو نداره. اگرم به این ستون اون ستون باشه، آنقدر کم گیرش خواهد اومد، حتی از برجام کمتر، که واقعا هیچ دردی رو ازش دوا نخواهد کرد. یادمون نره تفاوتی که الان داره، یعنی سال آینده، اینه که هر کدوم، حتی آقای اوباما وقتی جنبش در ایران شد مذاکرات رو به عقب انداخت. شرایط ایران اصل مهم اونه. اتفاقی هم که در ایران افتاده که تأثیر میذاره در نحوه سازش با جمهوری اسلامی اینه که به اصطلاح اون خط به اصطلاح اعتدال و اصلاحات قلابی ضعیف شده، بی اعتبار شده در خارج کشور. شکاف بین مردم و نظام زیاد شده و حکومت ضعیف شده. به این آسونی آمریکا نمیاد تحریما رو برداره یک بار که آقای بایدن کلی امتیاز بده، بیاد بگه آقا تموم شد، صلوات بفرستین، برگردیم برجام، تحریما رو هم برمی‌داریم. یکی از این لابیست‌های جمهوری اسلامی نوشته بود رو تو توییترش که نه، ما باید تعادل خسارت هم بکنیم. ایشون استاد دانشگاه است تو آمریکا. یعنی اینا که خواب و خیاله، که یه پروسه طولانی خواهد بود، امتیازات کمی خواهد گرفت، این ستون و ستون بنفشه، ولی به هیچ وجه نه جنبش رو دراز مدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و نه حکومت رو نجات خواهد داد. این مسائل فراتر از این هاست. پایه‌های جنبش و شکستگی اقتصادی سیاسی حکومت، شکاف مردم با نظام، واقعا اینها ترمیم ناپذیره. با یک امتیازی بگیره مثلا بهش مهلت بدن برای 2 سال که میخوان مذاکرات بکنن، 1 میلیون بشکه نفت بفروشه، پولشو برن غذا و دارو بخرن. این کارها رو زمان آقای اوباما هم کردن، بعد از اون برجام هم که تازه اجرایی شد خیلی از اینها رو بهترش کردن برای جمهوری اسلامی، بدتر شد وضع جمهوری اسلامی. اینا یک واقعیته. بنابراین طبیعیه که اگه آقای بایدن بیاد امتیاز برای جمهوری اسلامی، بهتره برای جمهوری اسلامی، ولی سعی میکنه اینو پیروزی جلوه بده، سعی میکنه از فردا روحیه مردم رو خراب بکنه. میخواد جمهوری اسلامی اینو یک پیروزی کامل بکنه برای خودش، به مردم بگه ببینید 4 سال آقای ترامپ بود فشار آورد، ما سرنگون نشدیم، شما هم دوباره به خیابون اومدید، به هیچ نتیجه نرسیدید، اپوزیسیون هم کاری نمیتونه بکنه، الان ما میخوام بریم سازش بکنیم. مردم به این راضی بشن که ای بابا خوب خدا کنه بره یه سازشی بکنه، اقلا این سفره‌های خالی ما یه چیزی توش بیاد. مثلا میخواد به اینجا برسونه مردم. ما کمک نکنیم با فضایی که درست میکنیم، این تبلیغات دروغی که در فیسبوک و فضای مجازی ایرانی ها دامن میدارن، که نمیدونم اصلا از اول اینا با هم بودن، اصلا قتل بن لادن دروغ بود، نمایش مسخره بود بین اوباما با جمهوری اسلامی، داعش و آمریکا و جمهوری اسلامی درست کردن، حرفای بی رب، عکس انداختن دیدار پارسال آقای بایدن و با رهبر یکی از سازمان‌های مسلمان در میشیگان، دیدار جو بایدن با نماینده خامنه‌ای شیخ حمود. آخه ببینید اینقدر دروغ می‌نویسن، اینقدر تئوری‌های توته هستش، که خب ما داریم خودمون کمک می‌کنیم جمهوری اسلامی اگه آقای بایدن پیروز شد، که معلومه می‌سازه، که بیا چیکار کنه، پیروزیش ما تکمیل کنیم، برایش چراغونی کنیم، بگیم بیا واقعا بردی دیگه، ما بدبخت شدیم، این اوباما و بایدن و هیلاری که با شما رفیق بودن دوباره اومدن سر کار، دوباره همون بساطه. یادشون میره که همون اوباما 6 سال این جمهوری اسلامی رو تحریم کرد. خیلی آقای دایی، سیاست اوباما هم راه رو باز کرد برای رژیم بره به سوریه، اونم در نظر داشته باشیم و اون قتلامی که تو سوریه. اجازه بدید من یه مقدار همین سوریه رو مشخص کنم. ما به اوباما به درستی ایراد میگیریم که آقا نشستی نگاه کردی تو سوریه این همه اینا قتل عام کردن، اون حلب، واقعا اون قتل عام حلب و غیره رو اوباما نگاه کرد دیگه. ولی اوباما یکی از اشتباهش هم این بود که وقتی رفت اونجا برای مبارزه با داعش، اون ائتلاف دموکراتیک سوریه رو که راه انداخت که بیشترش کردا بودن، هدفش هم این بود که با جمهوری اسلامی و اسد و روسیه درگیر نشه، فقط متوجه داعش بشه. خب اون بد بود. آقای ترامپ چیکار کرد؟ آقای ترامپ که بدتر بود، که آقای ترامپ که بدتر بود، اینو تکرار میکنم، آقای ترامپ اومد اولا هیچ با جمهوری اسلامی درگیر نشه تو سوریه، هیچ،
این کریدور نظامی که ما میگیم زمینی تهران به مدیترانه رو در پایان سال 2017 زمانی که آقای ترامپ بود، قاسم سلیمانی رفتن البو کمال و اینها رو گرفتن، اونجا نماز شکر خوندن و جشن گرفتن. آقای ترامپ 30 کیلومتری اونجا بود نیروهاش، هیچ کاری نکرد. دو، بعد همین نیروهای ائتلاف که 11 هزار کشته دادن همین کردها، آقای ترامپ با اردوغان ساخت، به اردوغان اجازه رفت سرزمین آبا اجدادی همون کردها رو گرفتن. یعنی خیانتی که به کردها کردش که نکرد. ببینید اغراق نکنیم، در افغانستان در سوریه همون سیاست های آقای اوباما بود، هیچ تغییری نکرد. هیچ تغییری سیاست های آقای اوباما در سوریه و افغانستان و به میزان زیادی هم در عراق نکرد، با تفاوت و اونم حذف قاسم سلیمانی بود که این یکی از بزرگترین اقدامات خوب آقای ترامپ بود که واقعا اثرات شگرفی داشت، که اینم اشتباه محاسبه جمهوری اسلامی بود، پاش از گلیم خودش دراز کرد. ولی در سیاست های منطقه‌ای، در یمن، در عراق، در لبنان، در سوریه، در افغانستان همون سیاست ها بوده. یعنی عقب نشینی آرام آرام آمریکا از منطقه، بیرون آمدن. این سازش که آقای ترامپ داره میکنه با طالبان که والا اوباما هم جرئت نمیگه بکنه که. اما که کاری که با اردوغان رب باز کردها کرد که صدای شکوهشون به آسمان رسید. بنابراین اقرار نکنیم. ما میتونیم به اوباما ایراد بگیریم، به درستی هم ایراد میگیریم. بهش میگه آقا تو اجازه دید. اولا نفوذ جمهوری اسلامی در زمان آقای جورج بوش را افتاد. از سال 2003 که رفت عراق و در سینی طلایی به جمهوری اسلامی هدیه داد. واقعا بزرگترین خدمات کرد. آقای اوباما هم ادامه داد. ما هم ایراد میگیریم. ما میتونیم ایراد بگیریم. ولی دوستان آقای ترامپ که نمیتونن ایراد بگیرن که بگن در سوریه تو... در سوریه واش نگاه کردی اینا اومدن از بغل تنف، التنف، پایگاه التنف مرز عراق و سوریه، آمریکا اونجا حضور داشت. در 30-40 کیلومتریش نیروهای سپاه قدس و فاطمیر اینا از بالا و پایین هم هشت و شبی اونا اومدن البو کمال اونجا گرفتن، اونجا رو به قول خودشون کریدور زمینی درست کردن، هنوزم دارن، هنوزم تو دیر زور هستن. خب ببینید اینا که هست، اینا واقعیت نباید اقراق بکنیم. ما میتونیم به هر دو انتقاد بکنیم، ولی حق رو نباید واقعا پایمال کرد اینجا. اقراق وقتی بکنیم میرسیم اونجا که فکر کنیم اون دوران سیاه‌ترین دوران بود، الان هم که آقای ترامپ بهترین دوران، پس فردا که اگه آقای ترامپ نباشه دیگه عذر میخوام بدبخت و بیچاره شدیم برگشتیم. نه، واقعی یعنی یه چارچوبای سیاست آمریکا داره که سوا اینکه آقای ترامپ یا بایدن باشه خودش رو تحمیل میکنه، عدم درگیری نظامی، عقب نشینی و غیره. البته میگن که داعش هم دولت ترامپ نابودش کرده دیگه، در رابطه با این چی میگه دایدایی؟ داعش، ائتلافی که داعش رو به اصطلاح بین برد، همون SDF سیریان دموکراتیک فورس در اونجا بود که آقای اوباما را انداخت در سال 2014، یعنی 3 سال قبل از اینکه آقای ترامپ تشریف بیارن به کاخ سفید. در عراق هم یادتون باشه 2014 آقای اوباما دوباره نیروهای آمریکا رو برگردون، در کنار کردها و در کنار دولت عراق حمله به موسل یعنی پایتخت داعش در عراق و حمله به رقه پایتخت داعش در سوریه در زمان آقای اوباما 90% 80%ش تکمیل شده بود، بخشای عمده. در سال 2017 آقای ترامپ تمومش کرد. خیلی هم جای تبریک داره، باید بهشون هم تبریک کو. ولی آقای اوباما نشسته بود مثلا نگاه میکرد، بعد آقای ترامپ اومد نیرو اونجا پیاده کرد. نه، اصلا 2014 اصلا این ائتلاف SDF رو، ائتلاف دموکراتیک سوریه رو آقای اوباما درست کرد. با کی درست کرد؟ از سال 2014 تمام فیلم ها و گزارش ها تمامش هست، تمام نقشه های عملیاتشون هم که چطور به رقه پیش رفتن، التنف رو گرفتن، از بالا اومدن. خود من 10 تا گزارش در مورد اون درست کردم. حتی اون موقع که اینا مثلا کریدور زمینی بگیرن، من یادم اوائل سال 2007 که آقای ترامپ اومد و خیلی ها فکر میکنن آقای ترامپ جلوی پیوستن نیروهای هشت شبی از عراق با نیروهای سپاه قدس عبالو از سوریه به هم و تشکیل این کریدور زمینی رو میگیره، ولی آقای ترامپ نگاه کرد، نمیخواستن درگیر بشن. این سیاست کلی بود. جنرال ماتیس هم موافق این بود متاسفانه. حالا ما میتونیم به هر دو ایراد بگیریم، ولی از هر نباید گذشت. درسته. آقای دایی، همچون که شما هم تو صحبتاتون یه اشاره کوچولویی کردید، وقتی از انتخابات آمریکا حرف میزنیم خب بلافاصله نقش لابی ها هم توی ذهن آدم میزنه. به هر حال آمریکا میگن کشور لابی ها هست و به خودی خودش هم چیز بدی نیست، ولی همونطور که میدونید لابی های ایرانی و آمریکایی و شاید
کشورهای دیگه که ذی‌نفع هستن این روزها سخت تو تلاشن و تلاش میکنن تا فرد مورد علاقه خامنه ای و سیاست مماشات یعنی بایدن به هر حال رئیس جمهور آمریکا بشه و پیروز بیرون بیاد از این انتخابات. سوالم این است که آیا اونا دچار اشتباه محاسبه هستن آقای دایی، یا اینکه در عالم واقعیت بایدن یعنی بازگشت به دوران طلایی اوباما؟ البته توضیح دادین در این رابطه، ولی میخوام به طور مشخص برام بگین لطفا. من معتقدم، بازم معتقدم بایدن انتخاب بسیار بهتریه برای جمهوری اسلامی. طبیعیه از میان این دوتا بایدن رو انتخاب میکنه خامنه ای و جمهوری اسلامی. تمام تلاش هم خواهد کرد که بایدن بشه، ولی به هیچ وجه من به دوران طلایی فکر نمیکنم برگردی به اون دوران. شرایط فرق کرده، شرایط داخل ایران برگشته، شرایط آمریکا برگشته. جمهوری اسلامی هم انقدر ضعیفه که اگه امتیازی هم حتی در حد دوران آقای اوباما بگیره کارساز براش نیست. اما لابی ها طبیعیه که تلاش میکنن، سازمان نایاک به کمک متحدین آمریکاییش که سازمان های چپ هستن بیشتر، اینا به طور وسیعی سازماندهی کردن، به طور رسمی هم به نفع آقای بایدن وارد شدن. در انتخابات سنا هم در 6-7 تا از به اصطلاح سناتورهایی که رقابتی هستن، مثلا مثل آریزونا، در جورجیا و در مثلا پنسیلوانیا، به خاطر انتخابات ریاست جمهوری اینها به شدت بسیج شدن، کار میکنن، خب تلاش هم میکنن که بتونن در دولت آینده نفوذ داشته باشن، نفوذ هم خواهند داشت. این همکاران لابی نایاک خیلیشون الان تو دستگاه خانم کمالا هریس هستن، تو دستگاه آقای بایدن هستن. مثلا خانم کرین ژان پیر که الان چیف آف استاف یعنی رئیس دفتر خانم کمالا هریس هست، ایشون خانم ژان پیر ایشون سخنگوی ملی سازمان گسترده در آمریکا به نام مواندادورک که بیش از 1 میلیون عضو داره. خب این سازمان مواندادورک از سال 2007 به طور رسمی با نایاک در کنار هم لابی میکنن، با هم کار میکنن. یعنی طبیعیه که خب اینها به نفع به اصطلاح این لابی خواهد بود. 4 سال اول آقای اوباما اینجور بود. ولی آیا این به معناست وقتی که لابی ها میان کل سیاست آمریکا رو اینها تعیین میکنن؟ خیر، نخیر، اینجوری نیست. نگاهی به 4 سال اول ریاست جمهوری آقای اوباما بکنیم، میبینیم که حتی نایاک و اینا اعتراض میکردن، چون خیلی از تحریمایی که اعمال میکرد خوششون نمیومد. اینطور نیست که فقط اینها باشن، ولی این تاثیر میذارن. خب کاملا مشخصه که تاثیر میذارن. این تاثیر نمیذاشتن که نمیرفتن این کارا رو بکنن. که بنابراین بازم تاکید میکنم بهتره بایدن برای جمهوری اسلامی. لابی ها هم دارن تمام تلاششون رو میکنن. جمهوری اسلامی هم خودش سایبری و هک و هر کاری بکنه میکنه که کمک بکنه، در این تردیدی نیست. اما دوران طلایی اتفاق نخواهد افتاد، جمهوری اسلامی رو نجات نخواهد داد، نایاک و این لابی ها به دوران گذشته بر نمیگردن. این خواب و خیاله. یه موقعی اسم لابی نایاک رو باید به زور می آوردیم، خیلی هم میترسیدن. الان دیدید دیگه، همه دیگه صحبت نایاک رو میکنن در واشنگتن، جلوی دفتر نایاک تظاهرات کردن. دیگه مثل سابق نخواهد بود. بعدم جنبش در ایران بوده، شبکه‌های مجازی غیره، ایرانیان فعال شدن، گروه‌های سیاسی فعال شدن. به گذشته بر نمیگردیم خانم عفاری. درسته. اگه به اون ور قضیه نگاه کنیم آقای دایی، در تو با خود ترامپ، بعضیا شکست ترامپ رو پیروزی رژیم و نجاتش از این مخمصه‌ای که شما کلی دربارش صحبت کردی و حداقل شکست موقت جنبش سرنگونی میدونن، در صورتی که ترامپ مجددا انتخاب بشه فکر می‌کنین چه مسیری خواهیم رفت؟ خب بحث‌های زیادی هست. ببینید ما تمام این حرفایی که می‌زنیم و با تجربه گذشته یا با شناختی که از سیاست‌های 40 ساله آمریکا داریم میام فاکتورها رو نگاه میکنیم، خب میگیم به کدوم سم میتونه بره. ببینید به معنی که هنوز ابهام هنوز در درش میتونه باشه. چه تحولاتی در ایران اتفاق بیفته، چه تحولاتی در منطقه اتفاق بیفته، همه این فاکتورها میتونن موثر باشن. ما خطوط کلیش رو باید نگاه بکنیم. در مورد آقای ترامپ هم ببینید، آقای ترامپ خب سیاست فشار حداکثری در پدر جمهوری اسلامی در میاره. جمهوری اسلامی که نمیتونه اینو ادامه بده، حتی اگه آقای ترامپ باشه باید بیاد مذاکره بکنه. حالا در مورد مذاکره عرض کردم اگه اتفاق دیگری نیفته چه چشم اندازی در زمان آقای ترامپ. دو نظریه هست. یه نظریه مطلبی که آقای بولتون و خیلی های دیگه اختار میدن، میگن در دور دوم آقای ترامپ دیگه این دستبستگی هایی که بخاطر که بخواد دوباره انتخاب بشه به این گروه یا به اون گروه امتیاز بده، به خصوص مثلا محافظه‌کاران سنتی طرفدار اسرائیل، مسیحیان طرفدار اسرائیل در آمریکا، دیگه اسیر اینا نیست، میتونه قشنگ بره یه معامله با جمهوری اسلامی بکنه، اون که دلش میخواد بره بسازه. ببینید آقای بولتون مثلا داستانی که تعریف میکنه که واقعیه، این
یعنی تمام داده ها این رو نشون میده که مثلا سال گذشته که در فرانسه بودن که اون نشست سران بود، آقای ماکرون جواد ظریف رو دعوت کرد به بیاریس جنوب فرانسه و می‌خواست دیداری ترتیب بده بین آقای ترامپ با جواد ظریف که مقدار یخا رو بشکنن. آقای بولتون میگه که آقای ترامپ هم در کنار آقای ماکرون استقبال کرد و حتی در یه سخنرانی گفت ما با تغییر رژیم مخالفیم. از این صحبت ها میگه من و آقای پومپو تهدید کردیم که نباید این بشه، درست نیست. و حتی آقای نتانیاهو میخواست تلفن بزنه با آقای ترامپ ولی جرد کوشنر نمیذاشت که حتی نتانیاهو صحبت بکنه با آقای ترامپ، میخواستن این دیدار انجام بشه. میگید آقای پومپو اینها تهدید به استعفا کردن که اگه همچین اتفاق بیفته. به هر صورت در پایان آقای ترامپ نکرد. خب میگن دور دوم دیگه این دستبستگی ها نداره. این یه نظری است. من فکر میکنم با اینکه میتونه احتمالا بیاد، من فکر اینو ضعیف میدونم. چرا؟ من معتقدم نظریه دوم میتونه جدیتر باشه که در صورت پیروزی مجدد آقای ترامپ به سل اون بخشی در حزب دموکرات داره پیروزیش تثبیت میشه یا حاکمیتش بر حزب جمهوری تثبیت میشه که از الان داریم نشانه هاشو برای انتخابات 2024 میبینیم. امثال آقای پومپو و خانم نیکی هیلی و اینا هستن، یعنی محافظه‌کاران مسیحی سنتی به اصطلاح این تیپا هستن. اینا به شدت ضد جمهوری اسلامی هستن، کنگره هم ضد جمهوری اسلامی، حالا چه جمهوری خوانش چه دموکراتش. مجموع اینها مانعی خواهد بود که آقای ترامپ امتیاز بده. مسئله سوم اینه که ببینید برای نشستن سر میز جمهوری اسلامی همیشه میگه مصلحت و آبرو. مصلحتمون اینه که بریم مذاکره کنیم میریم میکنیم، ولی بعد آبرومون حفظ شه. اموزه شکست کامل ندیم. آخه مذاکره با آقای ترامپی که رفته سلیمانی رو حذف کرده که یکی از بزرگترین ضرباتیه که جمهوری اسلامی در این 40 سال خورده. در این تردید نباید کرد. حیثیت نظام رو بین برد. خوردش کرد، لهش کرد. خب برام بشینم دوباره با آقای ترامپ بشینم سر میز مذاکره. این خودش شکسته. باید یه شرایط آبروی اینا حفظ شه. مثلا زمان آقای اوباما اومدن یه آبروی برای اینا حفظ کردن. ظریف و روحانی اومد که آخ حکومت داره معتدل میشه و چی و با هم دوست بشیم و فلان. مذاکره با آقای ترامپ این شرایط رو نداره. من که امتیاز کلان بیاد یه دفعه آقای ترامپ بره مثل رفتاری که با کره شمالی کرد که بسیار بعیده، نخواهن گذاشت. یعنی ببینید حتی سر مسئله سوریه درست به اردوغان این امتیاز کلان رو داد آقای ترامپ که همه اعتراض کردن در واشنگتن، ولی گفت ما میخوام از سوریه بیم بیرون. حتی نیروها اومدن بیرون، پایگاه های آمریکا در اونجا روسیه گرفت، ولی همین دستگاه سیاسی آمریکا به وزارت دفاع بسیاری از نیروها رو برگردوندن، الان در سوریه حضور دارن. یعنی اجازه نمیدن بیش از حد از مدار خارج بشه. بنابراین من فکر میکنم که حتی اگه به طرف مذاکره در زمان آقای ترامپ بریم 100% برای جمهوری اسلامی بدتر خواهد بود اون مذاکره تا مذاکره‌ای که بخواد با آقای بایدن بکنه. امتیازات کمتری خواهد گرفت، آبروی نظام رو حفظ نخواهد کرد، طولانی تر خواهد بود و برای جمهوری اسلامی به هر صورت خطرناک تر. اگر این سیاست کنونی فشار حداکثری هم که ادامه پیدا کنه که پدر جمهوری اسلامی در میاد. ببینید به چه روزی افتاده، اصلا فرداش معلوم نیست چی میشه. دلار رو ببینید از کنترل خارج شده، تضادهای داخلی اینا رو ببینید، دیگه آمریکا رو تهدید به قتل میکنن. به کجا داره میرسه این مسیر، به کجا خواهد رفت؟ برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه. باید بیاد پای میز مذاکره، چاره ای نداره. حالا تازه بیادم مگه اون 12 شرط آقای پومپو هم هست، اونا رو باید اول قبول کنه بعد بیاد پای مذاکره. یعنی نه اون 12 شرط جدی نیست، هسته‌ای منطقی. ولی این بار دیگه نمیان امتیاز کلان بدن که. حتی سر هسته‌ای آقای اوباما کوتاه اومد، نصف کاره ولش کرد، منطقه هم که اصلا دخالت نداد. این بار دیگه اون بار نیست. چه آقای بایدن باشه چه آقای ترامپ، باید جدیتر باشه قضیه. جمهوری اسلامی اگه میتونه سازش بکنه کرده بود، نمیتونه سر این مسائل سازش کامل بکنه. اگه نه سال 2003 که آقای بوش بود به اصطلاح خیلی هم با هم میتونستن دوست باشن، سر عراق با هم همکاری کردن، حمله با عراق، میتونست پرونده هسته‌ای رو به اجازات کلان بگیره، کاری که لیبی کرد در سال 2003. نمیخواد، دنبال سازش استراتژیک نیست، دنبال بیرون کشیدن از منطقه نیست. این یه اشتباهی اگه فکر کنه میتونه، و چون نمیتونه مذاکرات طولانی خواهد بود، امتیازات حداقلی خواهد گرفت، این فشارها ادامه پیدا خواهد کرد. یه قلم FATF همین که به اصطلاح جمهوری اسلامی تن نداد به خواستای FATF، به گفته یکی از مقامات میگه بانکای درجه دو اروپایی هم دیگه با ما کار نمیکنن. اینقدر این تحریم ها لایه در لایه شده، تو در تو شده
که جمهوری اسلامی اگه بخواد اینا رو برداره بعد 30 سال مذاکره بکنه، باید 30 فرسخ عقب نشینی بکنه، پدر خودش در بیاره، که همچین اتفاقی هم نمیفته. بنابراین هر مسیری بره جمهوری اسلامی در بنبست، یه امتیازات حداقلی ممکن از آقای بایدن بگیره، هیچ دردی رو ازش دوا نخواهد کرد. و حرف اصلی رو شاید همون جنبش سرنگونی در داخل کشور بزنه آقای دایی، که تاثیرات خودش رو حتی روی هر کسی که روی کار بیاد توی آمریکا هم خواهد داشت. کاملا درسته. و اشتباه اینه که خیلی ها متاسفانه، حالا یه دست شیفتگان آقای ترامپ، میان جنبش مردمی در ایران که 40 سال مبارزه بوده علیه حکومت، زندان ها خالی شده و پر شده، خالی که جا نشده، یعنی جاشون هی زندانی های دیگه گرفتن، ولی این همه مقاومت، این همه مبارزه بوده با جمهوری اسلامی 4 دهه، بیان اینو وضع کنن بگن به خاطر آقای ترامپ، بنابراین آقای ترامپ رفت تموم شد خداحافظ، جمع کنیم بساطو بریم، این استدلالی که جمهوری اسلامی میخواد بکنه واقعا این که جنبش عمیقی که در ایران هست روی دو چیز سواره: بریدن مردم از نظام، روگرداندن مردم از نظام، هیچ اعتمادی به نظام ندارن، شکاف مردم با نظام بسیار عمیقه و ترمیم ناپذیره، یک ورشکستگی کامل اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی، این هم برگشت ناپذیره. روی این دوتا جنبش سوار شده، روی 40 سال مبارزه سوار شده، حالا یه امتیازات اینجا بگیره یا اونجا، ما باید نگذاریم این امتیازات هم بگیره، نه که بشینیم بگیم حالا جنبش ادامه پیدا خواهد کرد. خب مسلم وظیفه ما در خارج اینه که حتی اگه آقای بایدن بیاد نگذاریم امتیاز بده، وظیفه ماست. برای همینم هم میگم لابی در آمریکا، کار سیاسی به نفع مردم باید فراحزبی باشه. ما بشیم زائده حزب جمهوری یا شیفته آقای ترامپ، هی بشینیم فتوشاپ درست کنیم با آقای بایدن و خانم نانسی پلوسی ناسزا بگیم، خب مسیر خودمون رو بسیم برای فعالیت، سوای این که این کارها بسیار اشتباهه. ما اومدیم، درسته آقای ترامپ سیاست کاملا در رابطه با جمهوری اسلامی بسیار هم خوب بوده، ولی شیفتش آقای ترامپ شدن آثار منفی میذاره در فضای سیاسی. برخی از اقدامات آقای ترامپ غیر قابل دفاعه، کارهای غیر دموکراتیک ایشون، ضد خارجی بودن ایشون، حمایت از نژاد پرستان آمریکا، ما اینا رو به ایران انتقال ندیم. بنابراین ما مرزهامون رو وقتی مشخص بکنیم، نمیگم گروه های اپوزیسیون باید بیان صبح شب علیه آقای ترامپ اعلامیه بدن، نه، ما نباید وارد دفاع های شیفتگی، دنبال شیفتگی آقای ترامپ نباید بشیم، از سیاستاش باید دفاع بکنیم، حمایت میکنیم و میکنیم، ولی از هر چیزش که دفاع نمیکنیم. یک دومم این که ما وقتی که خودمون رو بکنیم شیفته آقای ترامپ، شروع کنیم صبح تا شب ناسزا گفتن به آقای بایدن، و آقای بایدن دست جمهوری اسلامیه و خانم نانسی پلوسی عکسش با چادر و روسری و در نمیدونم تو بغل آقای خامنه ای فتوشاپ میکنیم، خب اینا رو نایاک میبره نشون میده، میگه اینا یه مش آدمای فاشیستن این کارا رو میکنن، ما راه خودمون رو میبندیم. ما باید پس فردا فکر این باشیم که اگه آقای بایدن هم بیاد تمام تلاشمون رو بکنیم که حداقل امتیاز رو به جمهوری اسلامی بده. درسته که جمهوری اسلامی رو نجات نخواهد داد، ولی باید حداقل امتیاز بده، این وظیفه ما، به خاطر اونم باید فراحزبی باشیم، وارد این درگیری ها نشیم، شیفته این و اون نباید بشیم، زائده حزب این حزب و اون حزب نشیم. ما کسانی نیستیم که بریم از وزارت خارجه آمریکا پول بگیریم توییت های اونا رو ریتوییت بکنیم، ما باید مستقل کار بکنیم، ما نباید وارد این درگیری ها بشیم. این حرف منه. دقیقا همینطوره. خیلی ممنون از وقتتون آقای دایی، مثل همیشه توضیحاتون بسیار مفید و منطقی و قابل استفاده است. روزتون بخیر آقای دایی. لطفا خانم غفاری عزیز، موفق باشین. به همچنین. ترس هست ولی من چیره میشم، ترس هست ولی من چیره میشم، دستم به قبضه به تو خیره میشم، ترس هست ولی من چیره میشم، دستم به قبضه به تو خیره میشم، ترس هست ولی من چیره میشم، دستم به قبضه به تو خیره میشم، ترس هست ولی من چیره میشم. این پینه بسته دست خسته دیگه نمیلرزه، مشت پشت ماشه خیمه زده، وای اگه چکه کنه، این گلو که سر بریختی بریدش دیگه خفه خون نمیگیره، فریاد شده وای اگه بهت حمله کنه، میجوشم من خشم، میپوشم خشم، مینوشم میجورم بوی باروت و بارون، عشق 40 سالم سیل شده زیر پوست شهر با قهر، آره قطارمون بر ریل شده، ترس هست ولی من چیره میشم، دستم به قبضه به تو خیره میشم، ترس هست ولی من چیره میشم، ترس هست ولی من چیره میشم، دستم به قبضه به تو خیره میشم،
و بی رحم و بی ملاحظه بی اعتناب هرچی موعظه شوریدم بر حسارای درون تابوها بکن نکنهای قرون نه به بیراه نمیرم متوقف نمیشم حتی یک دم فرصت نمیدم دوباره زنجیر تقدیر کور و مور و ملخهاش به پر و پام بپیچم که بعد جلوی تو زانو بزنم ترس هست ولی من چیره میشم دستم به قبضه به تو خیره میشم ترس هست ولی من چیره میشم چیره میشم چیره میشم چیره میشم دستم به قبضه به تو خیره میشم نمیذارم تک بیفتم چون تک بیفتم به شک بیفتم و فکر میکنم تو موندگاری و ادامه داری و این آواری میشه رو ولی وقتی جمع میشم ضرب میشم صف در صف میشم آره جون به کف میشم و وقت میبینم همه سرمایت مگه چیه جز که طیف جلف به کیفه که تو جور کردی به اسم رسانه شبانه روانه کردی تو بوخ کردی و کوکش این ما رو کنه جزیره های خمیده حال شکست باله پیش و حال بی خیال درد مردو آره تو میخوای آسمون رو ابری جلوه بدی وضعیت فعلی رو جبری جلوه بدی ولی ما حصار تو رو محاصره کردیم قدرت تو رو محاسبه کردیم تو اعمال قدرت نمیتونی بکنی تو اظهار قدرت میکنی ترس هست ولی من چیره میشم دستم به قبضه به تو خیره میشم ترس هست ولی من چیره میشم چیره میشم چیره میشم من چیره میشم دستم به قبضه 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 به تو خیره میشم پس از ترس نترسیم بترسیم از این که ترس رو عمده کنیم و از یأس بترسیم از این که پشت به خلق ستم دیده کنیم بیایم از تاریخ بپرسیم چطور پیش رفت مگه جز با مسلک ابراهیم بود که تو آتیش رفت